خب دیگه دیگه بس شروع کنیم. به راجع به تأخیر بخواهم صحبت بکنیم. فصل 11 کتابه. من یه مقداری شاید از اون فصل اسلاید نشونتون بدم، یه مقدارم با هم صحبت کنیم که خارج از فصل کتاب که تأخیر چیه. ببین، در سیستم‌های اقتصادی اجتماعی مثل یک سازمان، یک شهر، یک کشور، حتی یک خانواده، یک فرد، ما تأخیر چند نوع تأخیر داریم. دو نوع عمده تأخیر داریم. یه نوع تأخیر، تأخیر اطلاعاتیه، یعنی اگر در این نقطه از سازمان یا مجموعه اطلاعاتی از این نقاطش میرسه، این اطلاعات با تأخیر میرسه. این یه نوع تأخیره که در انتقال اطلاعات تأخیر وجود داره. چرا فکر می‌کنی تأخیر وجود داره؟ فرض کنید یه سازمان بزرگی رو شما تصور بکنید که یه مدیری داره اداره می‌کنه، یه کشور، یه شهری رو. یه اتفاقاتی در یه گوشه این مجموعه می‌افته. چرا تأخیر وجود داره برای اینکه اطلاعات به اونجا برسه؟ برای اینکه اطلاعات باید جمع‌آوری بشه، گزارش بشه، گزارشاش به یه لایه‌ای بره، اونجا جمع‌بندی بشه، اون جمع‌بندی رو به لایه بعدی بدن. خود همین طول می‌کشه تا اطلاعات به نقطه‌ای که لازمه برسه. بنابراین اتفاقی در یه گوشه از مجموعه می‌افته، این اتفاق تا آمده به جایی که تصمیم می‌خواد بگیره برسه با یه تأخیری می‌رسه، با سرعت نمی‌رسه. این یک نوع تأخیره وجود داره در انتقال اطلاعات، جمع‌آوریش، طبقه بندیش، گزارش نویسیش، دادن بازبینیش و بعدم دادن به کسی که باید این اطلاعات مورد استفاده قرار بده. یه تأخیر دیگری در اطلاعات وجود داره و اون اینه که وقتی که طرف اطلاعاتو گرفت، ممکنه مطمئن نباشه که این اطلاعات اطلاعات یا درستیه یا اطلاعاتیه که احتمالاً نویزی، یه چیز تصادفی توش نیست. بنابراین میخواد صبر کنه ببینه اطلاعات بعدی که میرسه چجوریه و چجور میتونه باور این و قضاوت اینو تغییر بده. فرض کنید شما باوری دارید در مورد کیفیت یه محصول، مثلا کیفیت پراید، کیفیتش فرض کنید فکر مونید خوبه یا در یه سطحیه. حالا فرض کنید پراید کیفیتش از اون سطحی که هست خیلی بالاتر برد. شما به زودی اگر یه پراید رو دیدید نمیگید کیفیت پراید رفته بالا. یه مدتی چند تا پراید باید ببینید، چند نفر باید صحبت کنن که خوبه تا یواش یواش باور شما نسبت به اون ماجرا عوض بشه. یا شما با یه دوستی برخوردی دارید، یه تصوری از رفتار اون دوست دارید، از اخلاقش دارید. مثلا فکر می‌کنید آدم منظمیه، سر وقت میاد، به قولش وفاداره. بعد یه دفعه می‌بینید بی‌نظم اومد یا بدقولی کرد. به صرف دیدن یه دفعه یا حتی دو دفعه ممکنه تصورتون عوض نشه از اون. میگید خب تصادفی پیش اومده یا مسئله پیش اومده. ولی اگر هی تکرار کنه اون وقت، اینو به تدریج تصورت شما هم چی میشه؟ عوض میشه. پس این یه تأخیری در تغییر تصور ما نسبت به دنیای بیرون وجود داره. اینم یه نوع تأخیره. پس اطلاعات میرسه، ما اطلاعاتی که دریافت کردیم بلافاصله نمیخوایم باور کنیم یا قبول کنیم که این واقعیت رو منعکس میکنه. یه کمی صبر میکنیم، میگیم شاید نویز داشته باشه، شاید اختلالات اطلاعاتی توش باشه، شاید یه اتفاقی افتاده که این حالت به وجود آمده. مثلا فرض کن دیشب مهمان داشتن، دیر خوابیده، خسته است، یا هرچی. یه نوع تأخیرهای دیگه وجود داره که اون تأخیرها تأخیر در انتقال مواد و متریاله. مثلا شما الان اگر در یه کارخونه مواد سفارش بدید، ممکنه بعضی وقتا چند روز تا حتی چند ماه طول بکشه که مواد به دستتون برسه.
شما سفارش رو گذاشتید ولی مواد نمیاد. چرا؟ چون شاید باید بسازنش، باید شیپش کنن، کشتی بیارش، از گمرک رد بشه بیاد به انبار. این میشه تأخیر در انتقال اطلاعات، انتقال مواد و متریال. پس اینم یه تأخیر دیگه است. پس سه تا تأخیر الان ما داریم: یه تأخیر در انتقال مواد و متریال، یه تأخیر در انتقال اطلاعات، یه تأخیر در تغییر باور و برداشت ما نسبت به اطلاعات. این سه نوع تأخیره. امروز بخوایم راجع به اینا صحبت کنیم که این تأخیرهایی که در سیستم‌های اقتصادی اجتماعی وجود داره چطوری مدلش کنیم. ما چون می‌خوایم مدل سازی کنیم دیگه، می‌خوایم این پدیده‌های بیرونی رو مدل کنیم، شبیه سازی کنیم. این سه نوع تأخیر رو بذارید یه مقداری راجع بهش صحبت کنیم. این یه مثالیه از اسلایدی که تو کتابتون هست از تأخیر متریال. یعنی در این یه متریال یه جای وارد میشه، با یه تأخیری خارج میشه. مثال سادهش وقتی که نامه رو به پست میفرستید، وقتی یه مقدار نامه میدید صندوق پستی، مثلا فرض کن 100 تا کارت تبریک رو میذارید تو پست، وارد پست میشه، اینا بلافاصله که تحویل گیرنده‌اش نمیشه، مدت طول میکشه تا تحویل بشه. این میشه تأخیر متریال. تمام این نامه هم که اومده اگر پست اشکالی نداشته باشه، گم نکنه، خوب کار کنه، بالاخره تحویل میشه، ولی بعد از یه مدتی تأخیر، بعضیش یه روز، بعضیش 10 روز، بعضیش 4 روز. این میشه تأخیر در مواد و متریال. حالا یک و اینم به طور گرافیکی رفتار تأخیر رو نشون میده که فرض کنید ممکنه در این محور اگر زمان باشه، در یه زمان صفری یه پالسی وارد میشه، مثلا 100 تا نامه رو یه دفعه می‌ریزید تو پست، یه پالسه که مقدارش 100ه. این ممکنه یکی فکر کنه که این نوع تأخیر خروجیش اینطوریه، خارج میشه. حالا این پست می‌دونیم که اینطوری عمل نمی‌کنه. پست 100 تا نامه رو بریزید، بلافاصله هیچ دریافت کننده این نامه رو دریافت نمی‌کنه. ممکنه اینطوری رفتار کنن، یه مدتی هیچ کس دریافت نکنه، بعد آدمایی که دریافت میکنن تعدادشون زیاد بشه، بعد یه دم که حالا یا آدرسشون غلطه یا پستچیشون تنبله یا هر چی، یه مدتی بیشتری طول بکشه دریافت کنه. ممکنه رفتار دریافت کننده اینطوری باشه. ولی تو این نوع تأخیر که تأخیر مواد و متریاله، هر آنچه به سیستم داده میشه وارد میشه، اون بالاخره باید خارج بشه، مگر لیک داشته باشه. یعنی مساحت زیر این منحنی که تعداد کل نامه هاییست که تحویل میشه باید مساوی با چی باشه؟ نامه‌ای که ریختیم تو و تحویل دادیم. این میشه نوع رفتار خروجی یک تأخیر بسته به این که چطوری. حالا آیا ما تأخیری داریم که مثل بی عمل کنه؟ حالا میخوایم یه مثالی بزنیم از تأخیری که مثل بی عمل میکنه. اگر شما فرض کن یه ظرف آب داشته باشید، یک تانک، یه منبع آب دارید، یه شیری یا لوله پایینشه، از بالاش هم آب میاد. اگر این فلو آب در بالا تغییر کنه، فرض کنید اصلا منبعم خالیه، من شیر رو یه دفعه باز کنم بذارم یه فلوی وارد انبار، یه جریانی وارد منبع بشه به عنوان ورودی، آیا خروجی این منبع بلافاصله معادل ورودیش میشه؟ چرا نه؟ باید چی بشه؟ باید آب بیاد تو منبع، سطحش بره بالا، بعد همینطور که آب سطحش میره بالا، خروجی از منبع هم چی میشه؟ زیاد میشه، تا بالاخره و اینقدر آب بره بالا تا ورودی با خروجی مساوی بشه، سطح آب هم ثابت باشه، هرچی میاد تو بره بیرون. پس ببین الان ورودی
به ورودی رو به صورت استپ میبریم بالا در منبع. فرض کن ورودی صفر بوده، به صورت استپ میره بالا. خروجی از منبع، خروجی از منبع اینطوری نیست که یه دفعه استپ بره بالا. اینطوری هم نیست که خروجی از منبع به مقدار زیادی صفر باشه بعد بره بالا. خروجی از منبع و همینطوری که این میاد از صفر شروع میکنه، یواش یواش زیاد میشه، به اینجا که رسید دیگه مساوی میشه و آب منبع هم ثابت میشه. پس خروجی نسبت به ورودی یه تأخیری داره. ورودی در این نقطه، در نقطه مثلا تی یک ورودی این میزان شده، خروجی بعد از در تی دو به این مقدار رسیده. تأخیر داره برای اینکه ورودی خروجی معادل ورودی بشه. این یه نوع تأخیره، تأخیر درجه اوله. اینو اگه بخوایم ما مدل کنیم، حالا در همین منبع اون مثالی که پالس فرض کن بهش وارد کنیم، اگر بخواد به این تأخیر پالس وارد بشه، ورودی آبش مثل این مونه که چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ یه دفعه یک سطل آب یا یه منبع دیگه رو برگردونیم توی این منبع. در یه لحظه حجم زیادی آب میاد تو منبع. قبوله؟ وقتی حجم زیادی آب اومد تو منبع، اون وقت خروجیش چجوری میشه؟ آره، یعنی بلافاصله اگر شما در لحظه اول آبو بریزی تو منبع، خروجی به صورت این پالس خروجیش بیشترینه، چون آبی در اون لحظه همه رو خالی کردی، یه دفعه سطح آب رفته بالا. بعد همینطوری که دیگه ورودی نداری، ولی همینطوری که خروجی خارج میشه، سطح آب میاد پایین، فشار آب میاد پایین، مقدار خروجی هم کم میشه. یعنی همون منحنیه که تو گراف اولی نشون دادیم که یه پالسی وارد کردیم، خروجی اینطوری بود. تو پست نمیشه خروجی یه دفعه اینطوری باشه، ولی تو این نوع تأخیر میبینید که خروجی میتونه اینطوری باشه که یک پالس وارد کردم، یه منبعی رو یه دفعه خالی کردم توی منبع دیگری، خروجی در اول بعد از اعمال پالس بیشترینه و بعد کم میشه. حالا این نوع دیلی رو ما اینطوری عمل میتونیم مدلش کنیم در ونسیم. میگیم تأخیر درجه اول، تأخیر درجه اول اینم درست بکنم که از دیده بشه از آخر. خب اینو اینطوری مدل میکنیم به صورت یه سیستم درجه اول که فرض کن x چیزی باشه که در سیستم قرار داره، ورودیش میذاریم i، این مقداری که جریانی که وارد میشه، و خروجیش او. و فرض میکنه و متوسط زمانی که در منبع آب میمونه تی فرض کن. حالا این متوسط رو بحث میکنیم که از نظر فیزیکی تو منبع یعنی چه. معادلاتش هم می‌نویسیم. فرض کن مقدار موجود در این در لحظه اول صفره در منبع، ورودی رو میتونم هر تابعی بذارم، چون اگزاجنس و خروجی میذارم ورودی آی، یه استپ بهش میدم فرض کن میگم 100 واحد در زمان 5. خب
بعد خروجی رو در دیلی میگم مقدار مقداری که در اونجا وجود داره تقسیم بر تی. منطقش هم اینه که اگر هر موجودی که توی منبع وجود داره، آره منطقش هم اینه که اون موجودی یا آبی که موجوده تو منبع اگر به اندازه تی اونجا بخوام معطل بشه تا خارج بشه، پس موجودی تقسیم بر تی میشه چیزایی که داره ازش خارج میشه. یه تقریب اولیه است و قابل قبول هم هست. و تی فرض کنید که این تأخیرش هم باشه مثلا 5 روز یا 10 روز که بشه کمی بهتر دیدش. خب این میشه تأخیر. حالا اینو اگر شبیه سازی کنیم، و اگر این گرافش رو بسازم براش، که بشه بهتر دیدش، این فرض که ورودی رو میذارم، خروجی رو میذارم. حالا میدونم که خروجی متناسب با موجودی تونه، اونم میذارم. این دوتا هم با یک واحد، اینو میذارم سی، اینم سی، اینم خودش نازک شد. خب ببینیم میشه، این میشه گراف تحت، همون که پای تابلو براتون کشتم. آبی ورودی استپ رفته بالا، خروجیش به تدریج میره تا به اون برسه. حالا اگر ورودی رو بیارم پایین، صفر کنم، اگر ورودی صفر باشه چون تأخیر وجود داره، خروجی هم بعد از یه تأخیری صفر میشه. درسته؟ انتظار دارید بعد از یه تأخیری صفر بشه. بنابراین ورودی رو چی؟ سبز افتاده روی قرمزه. برای اینکه فرض کن اینجا مقیاسش 1000 برای سبزه، اگر برای اینکه اینو ببینیم که چطور شده که افتاده اونجا، این گراف و مقیاسش رو یکمی تغییر میدم، به جای 1000 میگم اینو، این سبزه رو یکمی زخیمترش کنه دیده بشه، ولی مقیاسش رو بذار از 0 فرض کن تا 2000 یا تا 1600. حالا اگر رسم کنه به این سبزه، آمد چون مقیاسش رو تغییر دادم آمد پایین، قرمزه متناسب با سبزه حرکت میکنه چون قرمزه از سبزه تقسیم بر تی، تی هم 5 بود 10 بود 10 بود 10 بود. بنابراین این اینطوری حرکت کرده، اینم اینطوری حرکت کرده، استپ تأخیر وجود داره. در اینو بهش میگن دیلی متریال، دیلی آب، دیلی مواد اولیه، دیلی هر چیزی که از بین نمیره، وقتی رفت تو باید از اونورم بیاد بیرون. اگر که به جای، اگر که در این معادله این تأخیر منها کنم، خب یه استپیو مثلا در زمان 50 بگم منها کن با اون استپ، یعنی صفر کن اونو، یه پله میارمش پایین. حالا اگه شبیه سازی کنم، حالا آبیه این گراف ورودیمون، آبیه اینجا صفر شد، ولی خروجی بلافاصله صفر نمیشه چون تأخیر داره. همونطور که وقتی زیاد میشد با تأخیر زیاد میشد، وقتی هم کم بشه با تأخیر زیاد. این میتونید
ورودی و ورودی های مختلفی رو تست کنید که چطوری سیستم جواب میده. مثلا اگر بیام اینجا در این ورودی اینو برای اینکه از بین نبرم نوشتم، میارم کپی میکنم تو این کامنتش اینجا که داشته باشمش. اینجا کامنتش کجاست؟ این پایینه. خب حالا فرض کن اگر بگم ورودیمون سینوسیه، مثلا ورودی اولش اب نداره الان منفی هم بشه، یه چیزی براش میکنیم. فرض کن ورودی با یه امپلیتود با یه دامنه 100 ضرب در خب سینوس ضرب در فانکشن سینوس. این خیلی ریزه، فانکشن ها رو کجا میذاره؟ نذاشته اینجا فکر کنم، یا من نمیتونم ببینم. سینوس، علامت سینوس تو ونسیم اساینه. سینوس فرض کنید که تایم، خب تقسیم بر 5 با یه پریودی فالوینگ اینپوت میگه نیامده. حالا که نیامده ما یه کاری میکنیم، اجازه بده. الان باید زمانو به عنوان ورودی، اینجا نیامده بود، زمانو اگر بیارم اینجا، زمانی که از متغیرهاییست که تو سیستم تعریف شده، اینو میذارم، شدوشو میذارم بهش وصل میکنم، بعد اینم حالا میگم اوکی، حالا رانش میکنم. بله چی؟ حالا نگاه میکنیم دیگه. خب این ببین، الان آبیه متغیر ورودی سینوسی حرکت میکنه، خروجیش هم سینوسیه، منتها وقتی که با دیلی سر رای سینوس قرار میگیره، تأخیر قرار میگیره، دامنه خروجی رو چیکار میکنه؟ کم میکنه. من اگر نویز وارد کنم، نویز رو صاف میکنه اسموس، درست؟ اگر که دامنه، فکر کنید چرا پیک این قرمزه وقتی که قرمزه آبیه رو قطع میکنه؟ آبی ورودی، قرمزه خروجی. ببین همیشه ماکسیموم جایی که با هم برابر میشن چی میشه؟ وقتی که برابر میشن استاک ماکسیمومه، یعنی تا وقتی که ورودی آبی بزرگتر از خروجیه که قرمز است، استاک سبزه داره زیاد میشه. وقتی این دوتا مساوی شدن دیگه سبزه به ماکسیموم خودش میرسه، قرمزه هم که متناسب با سبزه است. وقتی که قطع کرد ورودی که آبی است، آمد زیر قرمزه، سبزه شروع میکنه به کاهش، قرمزه هم شروع میکنه به کاهش، بعد باز مینیمومش محل تلاقیه اینه. این میشه جواب دیلی اول نسبت به ورودی. حالا یکی ممکنه بگه که اگر ما پالس وارد کنیم، به این سیستم، درست نیست که مثل همون صندوق پست یک دفعه خروجی و ورودی، یه دفعه خروجی زیاد بشه. پالسو که وارد کردم تو صندوق پست، نامه ها بلافاصله بیشترین تحویل رو نداره، طول میکشه تا تحویل بگیره. پس این ساختار نمیتونه معرف خوبی از اون باشه و دقتی که من میخوام، اون وقت میتونیم تأخیر درجه 2 رو به کار بگیریم به جای درجه 1. تو تأخیر درجه 2 که اگر برگردم سر این چیزا، تأخیر درجه 2 شکلش اینطوری میشه. ببین
تأخیر درجه دو مثل این مونه که دو تا تانک پشت سر هم بذاری، این ورودی تأخیر میشه، این خروجی تأخیر میشه. این رفتارش اینطوری نیست که تا پالسو بدی به اینجا اینم بیشترین خروجی رو داشته باشه. میتونی در آن تجسم کنید چرا؟ فرض کن به تانک اولی یه تانک زیاد رو خالی کردم، هر دو تانک هم خالی هم. آیا خروجی تانک دوم بلا فاصله بیشترین میشه؟ نه. چرا؟ باید خروجی اولی بره تو دومی. خروجی اولی هم که میره تو دومی، برای اینکه جمع بشه و سطح آب تو تانک دومی بیاد بالا، زمان میخواد، انتگرال گیری میخواد، و در نتیجه خروجی دومی یه دفعه نمیپره بالا و فرق. وقت از نظر ساختار سیستمی هم اینطوریه که این میشه اون منحنی بالایی، استاک این میشه این یکی، خروجی این میره تو خروجی دومی و خروجی دومی خارج میشه. این میشه دیلی درجه دو. حالا اگه بخوام بازم دقت بیشتری به کار بگیرم، این میشه که یه تانک دیگه اینجا اضافه کنم، بعد میشه دیلی درجه سه. وقتی که آب ورودی تغییر کنه خیلی طول میکشه تا بعدی خارج بشه. الان یه دیلی درجه سه میسازیم، ببینیم چطوری حرکت میکنه سیستم. بله، ببین فرض کن اون رو میگن که درجه دو یا درجه سه و درجه یک تو سیستم بیرونی چطوریه. ببین شما هم پست رو در نظر بگیر، باید ببینیم واقعیت بیرونی چطوریه. پست وقتی 100 تا نامه میریزی توش، بلا فاصله گیرندگاش نمیگیرن دیگه، یه مدتی طول میکشه بگیرن. شما باید ساختاری از نظر مدل سازی ارائه بدی که اون رفتار رو بتونه تولید کنه، اون رفتار رو بتونه تولید کنه. وقتی میریزی تو پست، احتمالاً طول میکشه بیان از پست، از صندوق جمعش کنن، بعد میبرن توی پستخونه سورتش میکنن که کدومش مال کدوم شهرستانه یا کدوم منطقه است. از اونجا بعد میدنش میره یه جای دیگه به اون منطقه، به اون شهرستان. وقتی رسید اون شهرستان، اونجا تقسیم میکنن که کدوم محله باید ببرن. ببین هر کدوم از اینا یه مدتی طول میکشه دیگه، و در نتیجه به همین دلیل اون چه که در بیرون اتفاق میفته، در دنیای بیرون اتفاق میفته، خیلی شباهت داره به همین چیزی که استاکایی داره که مرحله به مرحله کار انجام میده میبره جلو. و وقتی اون درجه سه رو درست میکنی، درست همون رفتاری رو درست میکنه، خیلی شبیه تر به اون چه که در واقعیت بیرون اتفاق میفته. منتها ما یه تقریبایی هم به کار میگیریم که تو درجه سه یا درجه دو یا درجه سه میزان معطلی تو هر استیج رو مساوی میگیریم، میتونیم مساوی هم نگیریم، اشکال نداره. حالا اگر درجه سه رو بخوایم استفاده کنیم، فرض کن من در اینجا یک سری دیگه درست میکنم از اینا، مثلا اسمشو میذارم وای. این وای بذارم وای یک، بعد وای دو، بعد وای سه. اینا استاکایی هستند که توی تأخیر وجود دارن. یه ورودی به آی به وای میگیری، بعد میگه که این هستش، باشه میذارم آی یک، بعد یک خروجی از اینجا میذاریم، میذاریم او یک، و اینو میذاریم او دو. و خروجی از وای هم میذاریم یه چیزی که اسم بالاش نداشته باشیم، مثلا او وای. اینم میذارم آی وای. ولی ساختار داخلی اینا همون وای به اندازه یه مدتی توش میمونه، تو وای دو به اندازه یه مدت دیگه میمونه، تو وای سه به اندازه یه مدت دیگه میمونه. با
برای سادگی هم فرض میکنیم که تو هر کدوم از اینا به اندازه مساوی معطل میشه. دلیل لازم نیست که این فرض رو بکنیم، ولی چون توی مکرویی که ونسیم نوشته این فرض رو میکنه، ما اینجا هم همین فرض رو میکنیم که در زمان در اون استیج وای یک به اندازه فرض کنید تی وای میسه حالا یه تی داریم اینجا، فرض کنید که تی مدت کل معطلیه تو دیلی. وقتی من درجه سه میذارم میخوام به اندازه همون تی معطل بشه، میتونم تو هر مرحله یه سوم تی معطلش کنم که بعد جمعش تو سه تا مرحله میشه چی؟ تی. در نتیجه برای هر کدوم از این مراحل من میتونم دیگه تی رو تعریف نکنم، بلکه شادو تی رو بذارم اینجا، یا اصلا خود تی رو به اینا وصل کنم اینجا، از اینجا به همین دلیلم شاید پایین گذاشتمش. و بعد معادلاتش رو بنویسم. حالا ببین، ما باید یه شرایط اولیه برای هر کدوم از اینا در استاکا بذاریم. ما فرض میکنیم که اصلا این ساختار دیلی ما خالیه، یعنی چیزی توش نیست وقتی که شروع میکنیم. در نتیجه مقادیر اولیه این استاکا رو میذاریم صفر. خب حالا این ورودی هم فرض کنید همون استپو بذارم، اگر کار کرده باشه استپو میذارم توی ورودی، یه استپی که در زمان پنج وارد میشه بهش. و بعد حالا نرخارم که میخوام بنویسم، مینویسم که وای یک تقسیم بر یه زمانی، اون زمانش میذارم تی تقسیم بر سه. تقسیم بر پرانتز تی تقسیم بر سه، یعنی یه سوم تی تو اولی معطل میشه. توی دومی هم میذارم مساویس با وای دو تقسیم بر پرانتز تی تی تقسیم بر سه. تقسیم بر سه گذاشتم چون درجه سه بود، اگه چهار درجه میخواستم معطلشون کنم و میخواستم کل معطلی تی باشه، تقسیم بر چهار طبعا میکردم. و اینم هست وای سه، وای سه تقسیم بر تی سه و پرانتز بس. خب الان معادلاتش تکمیل شد. حالا شبیه سازی میکنم باز. ها. حالا در یک گراف دیگری ایجاد میکنم که آی ورودی به وای رو میذارم، خروجی او یک رو میذارم، خروجی او دو رو میذارم و خروجی او وای. و حالا اجازه بده خروجی او رو هم بذارم که مربوط به همون چیز بود، نه مربوط به دیلی یک بود. اینا رو هم حالا دیسپلی کنین. البته الان اون سینوسیه برای چی داره نشون میده؟ چی؟ نه این آر دو رو خروجی سینوسیه، درسته؟ برای اینکه بس بنابراین برای اینکه اون خروجی هم
غیر سینوسی باشه آی رو بی زحمت پاک چیزش میکنم، خروجیشو میگم این سینوسی رم. بله تو کامنت گذاشتم اینو قبلی رو، کامنتش اینجاست دیگه، اینم پاک میکنم میارم تو کامنت میذارم اینجا که اینو داشته باشم، بعد اینو از تو کامنت بر میدارم میارم بالا. چیو؟ سر کنم چی شدی؟ اینی گفتم چیو برای اینکه حواسم پرت نکنی ها. چی میگی؟ چی شده این؟ آها آها راست میگه. تایمر رو آورده. میدونی برای اینکه تایمر رو رهاش کنی باید چیکار کنی؟ میتونی اینجا بیای؟ میتونی رو ببندی؟ بیای اینو اینجا از بین ببرید این ارتباطو. کدومش پاک میکنه؟ دیلیت هم. خب حالا اگه ببرم تایم رو نداشته باشیم بزنیم بگه اوکی باید رفت بشه. حالا شبیه سازی میکنم دیگه سینوس نداریم. خب حالا اون گرافا رو میارم حالا به سوال شما جواب میدم. چی؟ آره دو تا است، ولی شبیه همه معادلاتش، دو تا استپه. چرا وقتی ورودی سینوسی خروجی سینوسی میشه؟ نه بس نبودم، ولی چون در دیتابیس قبلی خب ورودی اسم سینوس ثبت شده بود اونو همون آورده بود. خب ببین این الان اگر نگاه کنید اینا سه تا رفتار مختلف نشون میده. یکی اون آی ورودی ایگرگ که همون به اصطلاح آبی است، خروجی اولی قرمز است که بلا فاصله شروع میشه، و اون خاکستریه خروجی وای. اگر نگاه کنید خروجی وای یه مقداری دیرتر داره از جا پا میشه، یعنی یه مقداری در واقع شیبش صفر در نقطه صفر این وای. حالا اگر من بخوام باز بیشتر از این بمونه میتونم درجات رو بازم چکار کنم؟ بیشتر کنم. هرچی درجات رو بیشتر کنم این بیشتر باقی میمونه. بعد از قرمزه بلا فاصله زیاد میشه، این بعدش سبز است که درجه دو، خروجی درجه دو، اینم خروجی درجه سه. برای درجه یک اینطوری میشه. چرا درجه یک اینطوری شده؟ چرا درجه یک وقتی با قرمزه خروجی استاک اولی است تو دیلی درجه سه، مشکی خروجی دیلی درجه یکه، بیشت بعدش هم دیگه نداره. آره چون زمان اون ماندگاری توی استاک اولین استاک درجه سه به اندازه تی سومه اون زودتر میره بالا و بهش میرسه و این بیشتر طول میکشه تا به این برسه. به هر حال ولی اولش اونا زودتر رفتن بالا ولی بعد اون کچاپ کرده و اینجا رفته رسته به این. به هر حال این رفتارهای مختلف تأخیراست بسته به این که چه تأخیری با اون پروسه‌ای که ما میخوایم مدل کنیم بیشتر سازگاری داشته باشه، ما اون نوع تأخیر درجه یک یا سه رو برمیداریم. حالا در ونسیم یه کاری که کرده دو تا مکرو نوشته که شما دیگه لازم نباشه این معادلات رو هی بنویسید که هی وقتی میخواید تأخیر درستون، چون تأخیر خیلی به کار میره توی
سیستم های دینامیکی تأخیر رو برایش یه آلگوریتم یه مکرو نوشتن، اسم فانکشن رو گذاشتن دیلی. میشه اون دیلی رو درست کرد. مثلا اگر من بخوام دیلی 3 رو درست کنم، یه فرض کنم متغیر اینجا تعریف کنم، اسمش رو بذارم او وای با دیلی، او وای و دیلی از طریق مکرو دیلی، هرچی میتونم اسمش رو دارم برسون گذاشتم این. و ورودی رو اگه به این وصل کنم، به جای تمام این تشکیلاتی که اینجا دارم میتونم یه معادله بنویسم اینجا، برای اینکه بعد از من ایراد نگیره که متغیر تایمت کو، همون تایم رو میارم میذارم اینجا، تایم این. و اینم به این وصل میکنم. آره تی رو گذاشتم دیگه، ببخشید تی رو منظورم زمان تأخیر بوده. و بعد معادلش رو که بخوام بنویسم، تو معادلش باید یه فانکشنی رو بنویسم. یه فانکشن رو که بنویسم، هنوز من نفهمیدم این فانکشناش کجاست. سمت چپ اینجا، راست میگین اینجا نشسته، اصلا خودش ردیف کرد. بعضیش باید اینجا بزنی تا بیاد پایین. خب حالا این فانکشنی که میخوام بزنیم، یکی از فانکشن ها باید تأخیر باشه. تأخیر در اینجا یک کمی بریم پایین تر، بالا بود. آره دیلی، ببین دیلی 1 داره، دیلی 3 داره، دیلی 3i داره. این دیلی 3 رو بذار بزنم، بعد فرقش رو با دیلی 3i میگم بهتون. این دیلی 3 به من میگه که ورودی چیه، که به جای ورودی همون اینو میذارم. خروجی میگه زمان. دو تا سواله، دو تا پارامتر میخواد از من، یکی خروجی ورودی چیه، یکی زمان دیلی چیه. این دو تا رو هم بهش میدم. یه جای اشتباهی شد، اینقدر ریزه که آنجا یه پرانتزی فکر کنم. خب حالا اگر اینوش باز شبیه سازی کنم، و اگر که یه گراف جدیدی درست کنم که تو اون گراف جدید ورودی رو بنویسم و بعد خروجی های او وای و خروجی او وای دیلی، اینو رسم کنم، به اینا کاملا رو هم منطبق شدن. یعنی همون تأخیری که با اون استراکچر متغیرهای حالت درست میکردم، با اون مکروی که نوشتم، چون مکرو همون استراکچر رو چیز میکنه. منتها تو دیلی ها یه تأخیر دیلی سه آی داریم، که تأخیر دیلی سه آی اگر مثلا در اینجا میخواستم بنویسم، به جای دیلی مینوشتم که فرض کن اینو بر میداشتم، تو اینجا دیلی سه آی دارم. ببین اینا، این معنیش اینه که سه تا حالا از من آرگومنت میخواد، سه تا پارامتر میخواد. یه پارامترش به من میگه که اینپوتت چیه، که اینپوت همون ورودی آی وای هست. دومیش میگه زمانی که دیلی چقدره، سومیش فکر میکنه چی میخواد، سومیش فکر میکنه چی میخواد.
چیزی به عقلتون میرسه؟ چی؟ خروجی. من دارم خروجی رو فانکشنش رو مینویسم باید برس به ورودی ها. نه دیگه چی؟ چی؟ نه ببین الان داره تابع خروجی رو از من میخواد، خروجی دیلی رو این ورش بر اسب فانکشن دیلی 3i از من سه تا چیز خواسته. یکی میگه ورودیتون چقدره، یا ورودیتون چیه؟ گفتم چیه. گفته دومی میپرسه زمان دیلی چقدره. طبعا این سوالای منطقیه. یه سوال منطقی دیگه باید بپرسه. چی؟ نه نه معلومه دیلی 3ه، مکروش دیلی 3. نه دیلی اونم میگه خروجی دیلی 3، یعنی اونم معلومه سوالش چیه. یه چیزی میخواد. آفرین. ببین ایشون به زمین نگاه میکرد و گفت شما به من نگاه میکردی چی نگفتی. ببین میگه که به شما میتونه بپرسه که آیا در زمان صفر در اون متغیرهای حالت چیزی وجود داشته یا نه. فرض کنید شما الان میخواید سفارش بدید، مدلتون از امروز شروع میکنید، یه دیلی 3 هست برای اینکه وقتی سفارش رو گذاشتید متریال برسه. خب یه سوال منطقی اینه که آیا متریال قبلا سفارش دادید که تو دیلی وجود داره؟ در چه مقدار متغیره میخواد؟ شما منظورت این بود دیگه. خب نه قبلا شروع شده بوده، سیستم در جریان بوده، یه سفارشاتی من گذاشتم، ولی از این زمان میخوام سیمولیشن رو شروع کنم، شبیه سازی رو شروع کنم. یه سوال منطقی اینه که آیا قبلا سفارشاتی فرستادم تو تأخیر که وجود داشته باشه که تحویل بده؟ چون ببین راجع به متریال و سفارش مواد فکر کنید، شما اگر از امروز از اول سال 94 دارید شبیه سازی میکنید مدلتون رو، خب ممکنه تو سال 93 سری سفارش گذاشتید. خب آخه استاک اولیه من ندارم، من اینجا یه مکرو دارم مینویسم. میگه که آیا تو این سال اول سال 94 که دارید کارتون رو شروع میکنید قبلا سفارشاتی گذاشتید که تو این استاک ها هست که فروردین از بعد از تعطیلات عید شروع بشه تحویل شدن؟ برای این سوال منطقش اینه که مقدار چیزتون چیه؟ چون میخوام شبیه قبل باشه، من قبلا مقادیر اولیش اگه یادتون باشه گذاشتم صفر، حالا اینم میذارم صفر. خب پس بنابراین اگر حالا برای اینکه ببینید اگه صفر نذارم چی میشه، فرض کنید بگم 200 تومن گذاشتم قبلا سفارش، اگه بگم 200 تا گذاشتم، وقت با رفتار قبلیش چی میشه؟ متفاوت میشه، چون بلافاصله شروع میکنه به تحویل دادن یه مقداری. برای اینکه اینو اجرا کنم ببینید، اینو میذارم R3. حالا میزنم روی تأخیر این متغیر رو انتخاب میکنم، میگم بکشش، برای دوتا ران میکشه منو. ببین چقدر فرق میکنه. آبی مال منحنی آبی مال ران جدیده، دومی مال چیه؟ قبلیه. دومی رو که نگاه میکنه یه مدتی صفره، چون ورودی ها یعنی مقدار اولیه متغیرها صفر بود. قبلا من چیزی سفارش ندادم که هنوز نرسیده باشه، ولی تو دومی یه مقدار زیادی سفارش دادم که شروع میکنه به چی؟ به رسیدن. پس این اینیشل کاندیشن یا شرایط اولیه مقادیر استاکا در دیلی مهم میتونه باشه، در دنیای بیرون هم میتونه مهم باشه وقتی مدلتون رو تازه شبیه سازی میکنید. و اون سوال منطقیه که بکنه وقت دیلی 3 آی رو مکروش استفاده میکنید. نه نداره، و مقدار این متغیری اولیه مساوی رو همه اون استاکا تقسیم میکنه.
همه استاکا تقسیم میشه. خیلی خوب، حالا اگر که آره این همون که قبلا گذاشتم شد دیگه، این گذاشتم صفر گذاشتم مثل قبلی شد. خب پس بنابراین این یه مقداری داستان معادلات دیلی هایی که تأخیرات متریال که چگونه اتفاق میفته. منتها ما یه جور تأخیر دیگری هم داریم به اسم تأخیر اطلاعات. همونطوری که عرض کردم تأخیر اطلاعات یه نوعش پرسپشنی که شما دارید، دریافت یا تصوری که شما از دنیای واقعی دارید که با تأخیر تغییر میکنه. فرض کن که شما تصورتون از روحیات و اخلاق دوستتون چطوریه، یه تصوری ازش دارید، این اون پرسیفت، این اون پرسیفت ولیوشتون باشه، این اون ارزشی که تصورش رو کردید. حالا اینم رفتار اون دوست است. اگر رفتار دوست مطابق با همون پرسپشنی باشه که شما دارید، مثلا از نظر زمان وقت شناسیش، چون این پرسپشنی که شما دارید، تصوری که دارید معادل همون چیز واقعیت رفتاری دوستتون هست، این تفاوت صفره، در نتیجه این تغییر نمی‌کنه، همونجا هست وایساده. حالا اگر آمدیم و دوستتون رفتارش تغییر کرد، بی‌نصب شد، خب پس این تفاوت داره با این. اون وقت وقتی تفاوت داره شما باید یواش یواش پرسپشنتون عوض میکنید. مثلا اگر روز اول دیر آمد یه دفعه تغییر نمیدید، میگید لابد یه چیزی شده، مثلا مشکلی پیش آمده براش، یا خواب مونده، یا دیشب مهمان داشتم دیر خوابیده، از این حرف. ولی یه دفعه میگید تغییر نمیدید، بعد دفعه بعد میاد میبینید که مثل میگید حالا لابد این دفعه یه چیز دیگه شده. وقتی هی تکرار کرد میگید نه، مثل این که طرف تغییر کرده، و بعد اون وقت پرسپشن تو تغییر میدی. یا اگر شما در یک بیزنسی هستید، در یک بنگاهی هستید، مؤسسه‌ای هستید که تقاضا برای جنستون دریافت میکنید، اگر یه روزی بشید، معمولا روزی 100 تا دریافت کردید، حالا اگر یه روز بشینید 150 تا دریافت کنید، فوراً به این نتیجه نمیرسید که تقاضا شده 150، میگید امروز لابد یه اتفاق، یا اگر شد 100 شد 70 نمیگید 100 شد 70، بلکه این تصورتون راجع به این باید یکم استمرار پیدا کنه تا تغییر کنه. این میشه دیلی اطلاعاتی، تأخیر شکل‌گیری تصورات ما. اون مدلی که چیزش میکنن اینطوریه. پس یه تصوراتی داریم، این تصورات یه واقعیتایی داره، با واقعیت مقایسه میشه و با یه لوپ منفی این تصورات متناسباً تغییر میکنه. این خیلی کاربرد داره توی مدل ها. حالا این نوشته که اینجا چیزی هست که تصوره، یه وقت هست که خود همین میتونه معرف همون تأخیر انتقال اطلاعات هم باشه. واقعیت ها در یه نقطه دوری از سیستم یه چیزه، تا آمده اون اطلاعات به شما برسه و واقعیت رو پیدا کنی همینقدر طول میکشه. با وقت تازه وقتی هم که اون رسید به تو، ممکن تصورتون رو عوض نکنید، یعنی یه دیلی دیگه میفته برای تغییر تصور. این سیستم باز رفتارش همینجوریه که اگر واقعیت بیرونی با یه استپی تغییر کنه، این به تدریج به طرفش میره و اینم نرخ تغییرشه. اول زیاده یا با یه شیبی، بعد که به واقعیت نزدیک میشه دیگه شیب تغییر تصور شما هم کم میشه، یعنی میزان تغییر تصور شما هم کم میشه. و یه کاربرد دیگه این دیلی هم اسموس، که با دیلی اطلاعاتی و اسموس میگن، اسموس میکنه نویز رو. یعنی اگر این مثلا تغییرات به اصطلاح سفارشاتی باشه که یه بنگاهی دریافت میکنه، این قرمزه، به محض اینکه این پرید بالا امروز یه دفعه مثلا 1.5 برابر شد، این فکر نمیکنه تقاضا 1.5 برابر شده، بلکه اینو سموس میکنه، ولی روند کلیشو دنبال میکنه با اسموس کردنش.
اینو شما در کنترل و مهندسی هم اسموث کردن نویز و اطلاعات رو خیلی به کار میگیرید. این همون فانکشن اسموث کردن و صاف کردن نویزه، منطقه نویزی که توی سیستم های اقتصادی اجتماعی ایجاد میشه مقدارش هم خیلی زیاده و استراکچرش هم میتونه اسموث درجه 1-2-3 باشه و تأخیرات هم مثل رفتارش هم مثل تأخیرات درجه 1-2-3. اون که نشون دادیم قبلا اسموث درجه 1 بود، یعنی این که یه لوپی دارید یه واقعیتی دارید، این با این خودشو تطبیق میده. به محض اینکه با این یه استپی تغییر بکنه، این بلافاصله شروع میکنه تغییر کردن و تغییر دادن شیبش. در نقطه صفر وقتی با یه استپ مواجه میشه، شیبش شیب مثبتیه و به اون طرف میل میکنه. میتونه اسموث ساختارش درجه 3 باشه اینطوری، یعنی اگر این واقعیته که میاد، اول یه اسموسگیری میکنیم، این میشه اون استیج اول، بعد دوباره اینو میگیریم به جای واقعیت اسموسگیری میکنیم، این میشه استیج اسموس مرحله دوم، اینو میگیریم واقعیت اسموس میکنیم، این میشه دریافت یا اسموس مرحله سوم و این میشه خروجی. این میشه یه استراکچر یا ساختار اسموس درجه 3. اینم اگر این یه دفعه تغییر کنه، این تغییر نمیکنه. آدمایی که دیرتر باورشون رو عوض میکنن، بهتره که همون اسموس درجه 3 براشون به کار بگیریم. یا درجه چند؟ 4, 5, 10, 8. اونایی که اصلا تغییر نمیکنن چی؟ بی‌نهایت. یعنی تا ابد هی باید خونه به خونه برن، تشم عوض نمیشه چیزی. ببین اینم رفتارشه. مثلا اگر که اسموس درجه 1 باشه، با استپ که وارد کنی اینطوری میره. اسموس درجه 3 باشه، یه مدتی تغییر نمیده باوراشو، بعد یواش یواش تغییر میده، بعد دیگه عجله میکنه که زود عقب افتادگیشو جبران کنه. اگر اسموس درجه 12 باشه، دیگه یه مدتی خوابه، تغییر نمیده، بعد وقت برای اینکه عقب افتادگیشو جبران کنه سری میره که بله. آفرین. یعنی اگر اسموس درجه بی نهایت باشه، اینجا که میاد با یه سب میکنه، بعد یه دفعه با یه استپ خودشو تغییر میده، درسته؟ حالا اگر که نتیجه چیو؟ آره، ولی دیرتر تغییر میدیم جز باورمونو. حالا معلوم نیست، برای اینکه ممکنه دیر بشه دیگه، یعنی حالا بسته به اینکه از کجا ازش استفاده میکنی. آره، ولی ببین از این اطلاعات میخوای یه جا استفاده کنی دیگه. ببینید یه نکته میگم، بذارید یکم با هم بحث کنیم، چون خودش یه دینامیکی ایجاد میکنه. نکته که میگن اینه، میگن که چون استپ درجه بالاتر سریعتر خودشو نهایتا میرسه به اینجا، پس این بهتره. فقط مشکلش اینه که استپ درجه بالاتر یه مدتی در صورتی که واقعیت تغییر کرده، این خودشو تغییر نداده. حالا اگر از این اطلاعات من در یه نقطه برای تصمیم گیری استفاده میکنم، واقعیت بیرون تغییر کرده، ولی من دارم بر اساس واقعیت گذشته هست، ممکنه این مسئله درست کنه. بس بنابراین نمیشه بگی همیشه بهتره، بستگی به این داره که چطوری چی بود. خب یک بله چی؟ آره، ببین این میشه خروجی اسموس. این یه جایی در تصمیم گیری استفاده میشه، یعنی در چه وقت باید نگاه کنی این تو مدل این اطلاعاتو به کجا میبری که توی متغیر نرخی برای تصمیم گیری استفاده میشه. یه نکته دیگه در همین تغییر باورها بهتون بگم که اینم بد نیست، این اتفاقیه که باز در دنیای بیرون میفته. وقتی ما میگیم یه اطلاعاتی رو
با اسموس باور میکنیم و تغییر میدیم، ممکنه بسته به این که این اطلاعات در چه جهتی تغییر میکنه زمان اسموسگیری یا زمان تغییر باور متفاوت باشه. مثلا اگر یه آدمی بدی باشه و خوب بشه، ممکنه زمان تغییر باور شما که این آدم خوبی شده خیلی طولانی تر باشه تا از وقتی که یه آدم خوبی بد شده. ممکنه یه همچین عکس العملی نشون بده. برای اینکه یه مثال روشنتری تو دنیای واقع بزنید، فرض کنید که این لی‌آف یا اخراج نیروهای کار توی سازمانی و این مموری آف لی‌آفسه، یعنی تصور و حافظه کارکنان اونجا راجع به این که چقدر اینجا امنیت شغلی هست، درسته؟ حالا اگر لی‌آف بیشتر از اون مموری باشه، یه تصوری افراد داشتن از امنیت شغلی تو سازمانشون، اگر اخراج بیشتر از اون تصور باشه، ممکنه افراد سریع تصورشون رو عوض کنن که اینجا امنیت شغلی نیست و پایدار نیست، همه فکر بخوام یه فکر شغل دیگه بکنن. ولی حالا اگر اون امنیتش مموریه که امنیت شغلی نیست بالا باشه ولی اخراج کم بشه، ممکنه طول بکشه تا مردم باور کنن که دیگه اون خبرها نیست که اخراج کنن. در نتیجه ممکنه دیه کاهش بلند باشه. اما اگر اینطوری باشه، این مموری ادجاستمنت تایم یا زمانی که این مموری رو تنظیم میکنه تا به این برسه، بسته به این داره که عدد اخراج بیشتر از اینه یا کمتر از اینه. او وقت اگه بخوام معادله این زمان رو بنویسم، خود این زمان یه متغیره. چطوری باید معادلهش رو بنویسم؟ یه معادله شرطی بنویسم. بله، یعنی اگر این لی‌آف بیشتر از مموری بود، مثلا دی آی رو انتخاب کن. اگر کمتر بود، دی رو انتخاب کن. این میشه معادلش. اون وقت وقتی سیمولیت بکنید، فرض کنید که لی‌آف به صورت استپ میره بالا اینجا. یه در رو اخراج میکنم، بعد دیگه اخراج متوقف میشه میاد پایین. مموری اینجا خیلی سریع میره بالا به اینکه اینجا عدم امنیت شغلی وجود نداره و فکر کنن لی‌آف همون عدد واقعیه. وقتی که لی‌آف صفر میشه، مدت ها طول میکشه تا یادشون بره که اینجا کسی رو اخراج نمیکنن. ببین، برای این لازم نیست که زمان تنظیم در هر دو جهت یکسان باشه. این معادلش توی ونسیم یه چیز دارید، یه معادله دارید که مثلا مینویسید که if یه معادله شرطی مینویسید، میگید adjustment time مساوی با if اگر layoffs rate بزرگتر باشه از اون memory of layoff. خب اگر این بزرگتر از این باشه، بذار دی چون باید کم بشه. اگر کوچیکتر بود، بذار دی آی. با این جمله شرطی اون معادله رو می‌نویسید که دو طرفش رو انتخاب کنه. خب حالا ببین، این بحث تأخیر در سیستم‌های اقتصادی اجتماعی خیلی پیامد داره. شما سوالتو بگو تا من بگم پیامداش چیه. یو یعنی چه؟ چی؟ استپ. خب مثلا میگیم که استپ اگه این منهای اون بود لیاف، اگه نه این بهتر همیتونیم نیست، بهتر همیتونیم. خب سوال، خب این تأخیر، هم تأخیر اطلاعات هم تأخیر متریال، تا
تو ایجاد دینامیکا برای سازمان اجتماعی اقتصادی خیلی زیاد تاثیر میذاره. فرض کن تأخیر مواد و متریال. خیلی وقتا شما یه اقداماتی کردید، یه کاری رو سفارش دادید، مثلا ظرفیت سفارش دادید بسازن، ولی هنوز نرسیده ظرفیتتون، منتها تقاضاها عقبه، باز ممکنه ظرفیت اضافه بکنید. وقت نتیجهش چی میشه؟ ظرفیت با مواجه میشید با ظرفیت اضافی، بعد با ظرفیت اضافی مواجه میشید، ظرفیتتون داره مستهلک میشه، بعد ممکنه ظرفیت سفارش ندید، باز دوباره منجر میشه با کاش. یعنی از اوناست که این نوسان ایجاد میکنه. یا ممکنه کالا سفارش دادید، توجه نکنید که قبلا سفارش دادید، ببینید انبارا خالیه، بازم سفارش دادید، خب بعد انبارا اضافه کالا میاد، بعد یه مدت دیگه سفارش ندید چون کالا تو انبار پره، بعد انبارا خالی بشه، ببینید چیزی سفارش ندادید که بهتون برسه. یعنی این تأخیرهای جریانی در سیستم های اقتصادی اجتماعی نوسانات زیادی ایجاد میکنه، هی عقب جلو میشه، هی افراد تفرید میشه. و همینطور تأخیرهای اطلاعاتی یه جاش ممکنه خوب باشه که نویزا رو صاف میکنه، ولی یه جایی اگه با تأخیر مطلع بشید و عکس العمل یا اقدام بکنید، ممکنه که سیستم اون مسیر غلط خودشو بره، هنوز شما اصلاحش نکنی. برای این تأخیرها خیلی، این مثالیه که اینجا رو تابلو هست، شکل 11-18 کتاب چند تا تأخیر رو نشون میده. مثلا اینجا یه وقتی که دارن سفارش میدن که خط تولید اضافه کنن، یه مدتی طول میکشه پلن بشه، طراحی بشه، یه مدتی ساخته میشه و بعد میاد وسط و ظرفیت رو به وجود میاره. اینا تأخیرهای متریاله، تأخیرهایی که مثل جریان مواده. منتها یه سری تأخیرهای اطلاعاتی داره که منجر به این تصمیم میشه. مثلا تأخیر اطلاعاتی راجع به این که اگر تقاضا چقدر بود یا شیپمنت چقدر بود، این انتظار رشد چقدره. یعنی من بر اساس اتفاقاتی که گذشته یه چیزی شک میدم تو ذهن خودم یا تو محاسبات خودم که چقدر فکر میکنم رشد میکنه تقاضا. درست این چیزی که در ذهنم شک میدم که انتظار دارم تقاضا چقدر رشد میکنه، تأثیر میذاره رو اینکه چقدر سفارش ظرفیت بدم. یا در اینجا اوریج شیپمنت چقدره، متوسط چیزی که شیپ کردم واقعا چقدره، در نتیجه پروداکشن کپاسیتیم یا ظرفیت تولیدم چقدر باید باشه و چقدر باید اینو اگر ظرفیتم کمه یا داره مستهلک میشه باید سفارش بدم. یا در اینجا ممکنه کالا که دارم میسازم سودآور باشه، خیلی سود زیاد ببره، میگم که متوسط یا برداشت من از سودآوری این کار چقدره، سودآوریش که بالا زیاد کالا ظرفیت سفارش میدم. اینا همه با تأخیر شکل میگیره این انتظارات، منتها این اطلاعات شکل گرفته ورودی سری تصمیمات مهم میشه. حالا شما توی پروژهاتون یا رو مسائل و تمریناتی که بهتون میدید احتمالاً یه همچین تأخیرهایی بهتون میگیم که شما این تأخیرها رو که تو دنیای واقع دوروبرتون فراوان هست، هم تأخیر در جریان مواد، هم تأخیر در اطلاعات و تغییر باورها چقدر چیده. یه اسلاید دیگه نشون بدم برم. این اسلاید جالبیه برای اینکه ببینید در دنیای بیرون تأخیرها در چه حده. مثلا در این یکم حوصلتون رو زیاد میکنه این اسلایده. ببین چیه میگه. در قرن 19 1800 میگه مصرف زغال سنگ برای صنعت و گرمایش خیلی زیاد بود و پولوشن زیادی ایجاد میکرد. در پنسیلوانیا 20 نفر کشته شدن و 6000 نفر مریض شدن. در همون زمانی که در لندن هم 800 نفر مردن در اثر این پولوشن زیاد، آلودگی زیاد زغال سنگ. خب قضیه خیلی حساس شده. تهران هنوز به اونجا نرسیده ولی خدا نکنه برسه. خب ما چون از تجربه اونا داریم که چه به سرشون میاد، قبل از اینکه به اونجا برسه باید کمی حواسمون بیشتر جمع بکنیم و میکنیم. در سال ببین اون وقت در سال 55 بعد از این فاجعه که اتفاق میفته، این عده‌ای که میمیرن، 7 سال بعدش
اولین قانون کنترل پولوشن توی کنگره آمریکا تصویب میشه. یعنی یه مدت طول میکشه تا بالاخره یه نیروی جمع بشه، اقدامی بکنن، چیزی رو درفت کنن، با مخالفینی که میگن شما جلو آزادی رو میگیرید مقابله کنن، قانونه رو تصویب کنن. بعد از اون در سال 1963 تشخیص میدن که پولوشن بین ایالت‌ها حرکت میکنه. یعنی ممکنه اون قانونه این بود که در هر ایالتی اون ایالت باید مالیات میگرفت از پولوشنش، ولی یکی ممکن بود بره سر مرز یه ایالتی یه چیزی بزنه که پولوشن ایجاد کنه برای ایالت کناریش. در نتیجه بعد وقتی اینو که تشخیص دادن یه قانونی میذاشتن که این دوتا از هم بتونن خسارت بگیرن اگه اینطوری شد. حالا در سال 1970 یک تقویت کردن که گفتن SO2 CO و چیزای دیگه هم مسئله پولوشن هست و اینا هم باید ممنوعیت براش ایجاد کرد، یا ممنوع کنن ببندن کارخونه که این رو ایجاد میکنه، یا مالیات‌های سنگین بهش ببندن. حالا در سال 77 ددلاین پستپون که در تا سال 82 چیز شد که 78 شهر چیز بودن وایولیت میکردن این استانداردها رو، چون باید زمان بهشون بدن که خودشون رو تطبیق بدن. حالا قانون رو تصویب کردن، یه دم رعایت نمیکنن، میگن آقا ما یه شبکه نمیتونیم عوض کنیم، شما باید یه زمانی بدید تا ما اینو بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم، تغییر بدیم. تا اون وقت بهشون وقت دادن. خلاصه اگر نگاه کنیم میبینید این داستانی که اینجا شروع شده همچنان ادامه داره. خلاصش این میشه، میگه از زمانی که علائم روشنی که این یه مسئله است و مسئله چیز هست تا اولین قانون، تا مینینگفول قانون 22 سال طول کشید. وقتی که یه علائم خورد که آقا این مسئله جدی کشنده است تا اولین قانونی که تصویب شد. بعد از زمانی که اولین قانون چیز شد، time from first law تا measurable، تا اینکه اندازه گیری کنن که پولوشن رو چی اندازه بگیریم، چی جوری بگیم مسئله است، و study improvement in air quality 20 سال طول کشید. برای از time from first law to full compliance with law، که اینکه قانون رو گذاشتن تا اینکه مردم رعایت کنن و خودشون رو تطبیق بدن 27 سال طول کشید. بنابراین کل تأخیر از اولین علامت مسئله تا کاملا همه رعایت کنن 50 سال طول کشید. این پروسه اجتماعی سیاسیه. منتها درسته که طول میکشه زیاد، ولی یه وقتی باید چیکار کرد؟ شروع کرد. چون به دلیلی که خیلی طول میکشه که نمیشه هیچ وقت شروع نکرد، چون بالاخره هر وقت بخوای شروع کنی یه مدتی طول میکشه، اگر امروز شروع کنی آخرش هم زودتر بهش میرسی. پس شما برید فکر کنید ببینید چیزی که با شروع کرد چیه، با حوصله شروع کنید. خداحافظ.